1984 نوشته جورج اورول ترجمه مهدی بهرمند با صدای هلیا مقصودی قسمت سوم بخش دوم اواسط روز بود و وینستون از اتاقک چوبی خود بیرون آمده بود که به مستراح برود از منتها علیه کریدور روشن اداره شخصی به جانب او میآمد در کریدور هیچ کس دیگری نبود و وقتی وینستون کمی جلوتر رفت متوجه شد که او دختر مومشکی است از آن شب که او و دختر مومشکی جلوی مغازه سمساری با هم برخورد کرده بودند چهار روز میگذشت دخترک به او نزدیک تر شد و وینستون متوجه شد که دست راست او به گردنش آویخته است ولی پارچه‌ای که دستش را در آن بسته بود از پارچه اونیفرمش بود وینستون ابتدا متوجه نشد که دست او به گردنش بسته شده است احتمال می رفت که دختر مومشکی هنگام کار با یکی از ماشین های بزرگ رمان نویسی که به سرعت عجیبی می چرخید جراحت برداشته باشد. این نوع حوادث در قسمت رمان نویسی اغلب روی می داد. وینستون در چهار قدمی او بود که ناگهان پای دختر لغزید و تقریباً به رو به زمین افتاد و ای کشید. درست روی دست راستش به زمین خورده بود. وینستون قدمهایش را سست کرد. دختر روی زانوها نیمخیز شد. چهرش رنگ سفید مایل به زردی پیدا کرده بود و زردی چهره لبهایش را بیش از همیشه سرخ نشان میداد. چشمهایش به چشمهای او خیره شده بود و در آن نگاه مطبوعی که بیشتر ناشی از ترس بود تا درد دیده میشد احساس خاص و عجیبی در قلب وینستون پیدا شد. در مقابل او دشمنی نشسته بود که قصد کشتن او را داشت و از طرف دیگر در مقابل او یک فرد بشری زانو زده بود که از درد شدید و شاید هم شکستن یک استخوان به خود می پیچید. هنوز این دو فکر متضاد در مغزش در زد و خورد بود که برای کمک به دختر قدم به جلو برداشت. در همان هنگام که دخترک به روی دست مجروحش زمین خورده بود وینستون چنین احساس کرده بود که درد او را در بدن خود احساس می کند. پرسید طوری شد؟ نه مهم نیست دستم درد گرفت یه دقیقه دیگه آروم میشه. چنان صحبت می کرد که گویی قلبش می خواهد از جا کنده شود. رنگش به کلی پریده بود. دستتون که شکسته؟ نه چیزی نشد. فقط یه لحظه درد گرفت. حالا آروم شد. دست چپش را به طرف وینستون دراز کرد. وینستون به او کمک کرد که از جای برخی زد. کم کم رنگ پریدگیش از میان رفت و حالش کمی بهتر شد. دوباره گفت چیزی نیست فقط موشه دستم کمی خراش برداشت خیلی متشکرم رفیق و بعد گویی واقعا اتفاقی روی نداده است به سرعت در همان جهت قبلی به راه افتاد تمام این جریان بیش از نیم دقیقه طول نکشیده بود آشکار نساختن احساسات درونی در قیافه و خطوط چهره عادتی بود که تدریجا حالت غریزه پیدا کرده بود و هنگامی که این واقع اتفاق افتاد هر دویشان در مقابل تلسکرین قرار گرفته بودند اما برای وینستون مشکل بود که از ظاهر شدن آثار تعجب شدید در خطوط قیافش جلوگیری کند زیرا در همان یکی دو لحظه ای که دست دختر مومشکی را در دست داشت او چیزی در دست وینستون گذاشته بود هیچ شکی نبود که این کار عمدن صورت گرفته بود آن چیز کوچک و مسطح بود در راه مستراح وینستون آن را به جیبش منتقل کرد و آنجا با نوک انگشتانش آن را لمس نمود. تکه کاغذی بود که به شکل چهار گوش تا کرده بودند. در مقابل آبریز سعی کرد که به کمک انگشتانش آن را باز کند. فکر کرد که باید پیامی روی این تکه کاغذ نوشته شده باشد. برای یک لحظه دچار وسوسه شد که به داخل یکی از مستراها برود و کاغذ را باز کند و بخواند. اما این کار حماقت محض بود و خود او هم این نکته را می دانست. زیرا این امر تقریبا محقق بود که تلسکرین های مستراها بیش از تلسکرین های کلیه نقاط و اتاقها و سالنها تحت کنترل قرار داشت. به اتاقه که خود بازگشت. تک کاغذ را گویی یکی از تک کاغذ معمولی است با قیافه‌ای که بی او را نشان می‌داد، به میان سایر کاغذ هایی که روی میز بود انداخت. بعد دستگاه بگو و به نویس را جلو کشید و به خود گفت پنج دقیقه. فقط پنج دقیقه طول می گشه. قلبش چنان میزد که از صدای بلند آن دچار وحشت شده بود اما خوشبختانه کاری که در دست داشت تغییر یک لیست دراز از ارقام مختلف بود و احتیاج زیادی به توجه و دقت نداشت وینستون در همان حال که مشغول دیکته کردن ارقام به دستگاه بود به تک کاغذ فکر میکرد هر آنچه که در تکه کاغذ نوشته شده بود باید دارای معنی و مفهوم با اهمیتی باشد و تا آنجا که او می توانست فکر کند دو احتمال وجود داشت احتمال اول که به نظر او واقعی تر می رسید این بود که دختر مومشکی همانطور که او تصور کرده بود یکی از افراد پلیس فکر باشد اما نمیدانست که چرا پلیس فکر باید برای تسلیم یک یادداشت و یا پیام چنین راهی را پیش بگیرد اما به هر حال لاب و دلیلی برای این کار داشتند چیزی که در کاغذ نوشته شده بود ممکن بود که عبارت از یک اخدار تهدید احضار و یا دستوری برای انجام خودکشی و یا یک نوع دام به خصوص باشد. اما احتمال دیگری هم وجود داشت که وسیع تر و عمیق تر بود. و با آنکه وینستون کوشش داشت که فکر آن را از مغزش بیرون کند لحظه به لحظه بیشتر توجه او را به خود جلب می کرد. این احتمال آن بود که پیام اصولا از طرف پلیس فکر نیامده بلکه متعلق به یک سازمان مخفی زیرزمینی است شاید هم با همه صحبتها سازمان اخوت واقعا وجود داشت و شاید دختر مومشکی یکی از اعضای این سازمان بود این فکر بیمعنی بود اما از همان لحظه که دختر مومشکی تک کاغذ را در کف دست او گذاشت این فکر به مغز وینستون جهیده بود و فکر دیگر که بیشتر از تصور اول قابلیت توجیه داشت بعدن و پس از گذشت دو دقیقه به نظرش رسیده بود. و حتی همکنون با آنکه مغزش شهادت میداد که این پیام یک پیام مرگ است فکر بعدی را باور نمی کرد و امید غیر واقعی همچنان به جای خود باقی بود قلبش می تپید و به زحمت می توانست هنگام خواندن ارقام در مقابل دستگاه بگو و بنویس از لرزش صدای خود جلوگیری کند ارقامی را که دستگاه تحریر کرده بود لوله کرد و به داخل لوله مخصوص انداخت تهیه این ارقام پنج دقیقه طول کشیده بود عینکش را روی چشمانش جابجا جا کرد آهی کشید و دسته دیگری از کارها را که تکه کاغذ به روی آنجا گرفته بود جلو کشید و کاغذ را باز کرد. بر روی کاغذ با حروف درشت و نازیبایی چنین نوشته بود. من تو را دوست می دارم. برای چند لحظه مثل آدم های برق زده خشک شد. به نحوی که فراموش کرد تک کاغذ خطرناک را که ممکن بود موجب محکومیت او شود در لوله کاغذ های باطل بیاندازد. و قبل از آنکه این کار را بکند با آنکه میدانست نشان دادن علاقه زیاد بی اندازه موجب دردسر می شود و خطرناک است نتوانست در مقابل فشار درونی مقاومت کند و برای آنکه مطمئن شود که واقعا چنین کلماتی روی تکه کاغذ نوشته شده یک بار دیگر آن را خواند بقیه روز وینستون به زحمت می توانست به کار ادامه دهد. زیرا نه فقط لازم بود که توجهش را کاملا معطوف موضوعات بیمعنی و ابلهانه کاغذها و دستورات اداری کند بلکه باید در برابر تلسکرین نگرانی و استراب خود را هم پوشیده بدارد احساس می کرد که گویی در شکمش آتش زبانه می کشد. نهار خوردن در رستوران پر سر صدا، پر جنجال و گرم اداره در واقع یک نوع عذاب و شکنجه بود. اما امیدوار بود که در ساعت نهار کمی تنها بماند و فکر کند. از بخت بعد پارسنز ابله نزد او آمد و شروع به بحث درباره تهیه مقدمات هفته تنفر کرد و بوی خفه کننده عرق بدنش به حدی شدید بود که بوی آبگوشت را از مشام وینستون بیرون کرد. پارسنز علاقه زیادی به مجسمه نیمتنه برادر بزرگ داشت و می گفت که این نیمتنه که دو متر عرض خواهد داشت از طرف گروه جاسوسان که دخترش نیز در آن عضو بود به مناسبت هفته تنفر ساخته خواهد شد. نکته ناراحت کننده این بود که وینستون در میان موج صداهای گوناگون به زحمت میتوانست صحبت پارسنز را بشنود و ناچار بود که دائما از پارسنز خواهش کند که سوالات خود را تکرار نماید ناگهان دختر مومشکی را دید که دو میز آن طرفتر با دو دختر دیگر نشسته بود اما چنین به نظر می رسید که او وینستون را ندیده است و وینستون نیز دیگر به آن طرف نگاه نکرد. گذراندن ساعات کار بعد از ظهر کمتر از ساعات صبح مشکل و غیرقابل تحمل بود. تقریبا بلا فاصله پس از نهار کاری به او رجوع شد که خیلی دقیق و حساس بود و احتیاج به چندین ساعت صرف وقت و کنار گذاشتن تمام کارهای دیگر داشت. این کار شامل جعل یک رشته ارقام مربوط به میزان تولید چند نوع کالا بود که تاریخ انتشار آن به دو سال پیش برمیگشت. و منظور از آن بی اعتبار کردن یکی از اعضای برجسته داخلی حزب بود که اینک از لحاظ حزبی و از چندان روشنی نداشت. این کار از آن نوع کارهایی بود که وینستون هم در آن مهارت داشت و هم به آن علاقه مند بود. به این جهت موفق شد که برای مدت دو ساعت به کلی فکر دختر مومشکی را از مغز خود بیرون کند. بعد بار دیگر خاطره قیافه او و به دنبال آن علاقه شدید و غیر قابل مقاومت تنها ماندن بازگشت. امشب از جمله شبهایی بود که باید حتما به مرکز تفریحات برود. غذای بیمزه دیگری در رستوران خورد و بعد به سرعت به مرکز تفریحات رفت. در آنجا ابتدا در یک جلسه بحث دست جمعی احمقان شرکت نمود. دو راند تنیس رومیزی بازی کرد. چند گیلاس جین لاجور سر کشید و بعد نیم ساعت به یک کنفرانس که عنوان آن رابطه سوسانگ و شطرنج بود گوش داد. خستگی و ملال و ناراحتی مغزش را زیر منگنه گذاشته بود. اما برخلاف دفعات قبل برای ترک مرکز تفریحات علاقه یا میلی احساس نمیکرد کلمات من تو را دوست میدارم علاقه زنده ماندن را در او به نحو قابل توجهی تقویت کرده بود برخلاف گذشته دست دادن به کارهای خطرناک و قبول خطر و ریسک به نظرش ابلهانه و احمقانه می آمد. بالاخره ساعت از یازده و نیم شب گذشته بود که به خانه بازگشت و به بستر رفت و آنجا در تاریکی شب توانست تفکر مداومی را شروع کند. یک مسئله مهم در برابر او قرار داشت. چگونه باید با دختر مومشکی تماس گرفت و با او قرار ملاقات گذاشت. دیگر امکان اینکه دختر مومشکی برای او دامی گسترده باشد مورد توجه او قرار نمی گرفت. فینستون می دانست که دامی در بین نیست. زیرا دخترک هنگامی که میخواست خواست تک کاغذ را در دست او بگذارد بی اندازه مسترب و نگران بود و ظاهرا چنین به نظر می رسید که به حدی دچار وحشت شده که حتی قدرت تفکر و حرف زدن نیز برایش باقی نمانده است. از طرف دیگر فکر رد کردن دختر نیز به هیچ وجه به مغزش خطور نکرده بود. فکر کرد که فقط پنج شب پیش بود که میخواست در تاریکی شب مغز همین دختر را با یک قطعه بلور خورد کند ولی این موضوع همیتی نداشت بدن زیبا و جوان دختر همانطور که در خواب دیده بود در نظرش مجسم شد قبلا فکر کرده بود که این دختر هم دختر احمقی مثل سایرین است و مغزش با دروغ و تنفر و بدنش با یخ پر شده است. اما اینک این فکر که او را از دست بدهد وینستون را دچار تب می گرد. چیزی که بیش از همه او را به وحشت انداخته بود این بود که اگر خیلی زود با او تماس نگیرد ممکن است که دخترک از تصمیمش صرف نظر کند و عقیدهش را تغییر دهد. اما به هر حال اشکال تماس گرفتن با دختر بسیار زیاد بود. درست مثل این بود که کسی پس از مات شدن در شطرنج بخواهد مهرش را حرکت دهد. زیرا به هر طرف که سر میچرخاند مسلما با تلسکرین مواجه می شود. در حقیقت تمام راه های تماس گرفتن با دختر در پنج دقیقه پس از خواندن تکه کاغذ به فکرش رسیده بود. و حالا که فرصت بیشتری برای فکر کردن داشت بار دیگر تمام راه ها را با دقت بیشتری از نظر گذراند. مثل این بود که انواع و اقسام کلید و ابزار مختلف را روی یک میز میچیند. واضح بود که تکرار تماسی مثل آنچه که امروز صبح اتفاق افتاده بود امکان نداشت. اگر دختر مومشکی در قسمت بایگانی کار می کرد شاید تماس گرفتن با او کمی آسان تر می شد. اما چنین نبود و از این گذشته فینستون نمی دانست که اداره کل رمان نویسی در کدام قسمت ساختمان وزارتخانه قرار گرفته. و اگر هم میدانست بهانه ای برای مراجعه به آن قسمت نداشت. ولی اگر می توانست بفهمد که دختر کجا زندگی می کند و در چه ساعتی اداره را ترک می کند می توانست ترتیبی بدهد و او را در راه خانه ملاقات کند. اما تعقیب او مستلزم آن بود که وینستون مدتی در بیرون وزارتخانه بی جهت قدم بزند و این کاری بی خطر نبود. زیرا در هر حال معمورین متوجه می شدند. فکر ارسال نامه به وسیله پست نیز کاملا غیرعملی بود. زیرا به طور عادی و به شیوهی که حتی مخفی هم نبود تمام نامه ها را باز می کردن. و در حقیقت به ندرت کسی نامه می نوشت. حتی برای ارسال پیام های ضروری کارت پستال های مخصوصی چاپ کرده بودند که روی آن یک سری جملات مختلف نوشته شده بود. فرستنده جملات غیر لازم را خط میزد و کارت را میفرستاد. اما از همه اینها گذشته. او حتی نام دختر مومشکی را هم نمیدانست چه رسد به آدرس او. بالاخره پس از مدتی تفکر به این نتیجه رسید که بی خطرترین راه این است که او را در رستوران ملاقات کند و اگر شرایط لازم فراهم میشد و دختر مومشکی سر یک میز در وسط سالن تنها می نشست و این میز از تلسکرین به اندازه کافی دور بود و در همان هنگام سر و صدای موقع ناهار هم وجود داشت و این شرایط حداقل برای سی ثانیه ادامه پیدا میکرد شاید او می توانست چند کلمی با دختر حرف بزند تا یک هفته پس از برخورد وینستون با دختر مومشکی زندگی برای او مثل یک خواب ناراحت کننده سخت گذشت روز بعد از ملاقات پس از آنکه سوت ختم ساعت نهار به صدا درآمد و وینستون تا آن هنگام در انتظار دخترک در رستوران مانده بود او به سالن وارد شد وینستون حدس میزد که ساعت کار تغییر یافته که چنین موقعی به رستوران میآید به هر حال بدون اینکه نگاهی به هم بیاندازند از کنار هم رد شده بودند روز بعد از آن او به موقع هر روز ولی همراه سه دختر دیگر به رستوران آمد. میزانها درست مقابل تلسکرین واقع شده بود. بعد برای سه روز متوالی و وحشتاور اصلا در رستوران پیدا نشد. سراسر وجود، مغز و بدن وینستون به یک نوع حساسیت شدید مبتلا شده بود. به نحوی که هر حرکت، هر صدا، هر تماس کوچک، هر کلمه ای که می گفت یا می شنید او را زجر می داد. حتی در خواب هم، فکر و خیال و چهره دختر مومشگی دست از سر او بر نمی داشت. در این چند روز به دفتر خاطرات دست نزد. و تنها پناهگاه او کار بود که طی آن می توانست گاهی برای مدت ده دقیقه خودش را هم فراموش کند. هیچ نشانه و علامتی برای آنکه بداند چه به سر دختر آمده است در دست نداشت. نمی توانست از کسی سوالی بکند. ممکن بود بیمار شده یا اینکه خودکشی کرده و یا به دورترین نقطه اوشینیا منتقل شده باشد. اما بدتر و واقعیتر تر از همه این بود که دختر مومشکی خیلی ساده عقیدهش را تغییر داده و تصمیم گرفته که از روبرو شدن با او احتراز نماید. اما روز بعد به رستوران آمد. دستش برخلاف روزهای قبل به گردنش آویزان نبود. در عوض روی مچ دستش باندی که با چسب محکم شده بود دیده میشد. آسایش خاطری که از دیدن او به وینستون دست داد به حدی بود که نتوانست از خیره شدن به او خودداری کند و چندین ثانیه چشمهایش را به او دوخت روز دیگر وضعی پیش آمد که نزدیک بود وینستون موفق به صحبت با او شود. وقتی وینستون وارد رستوران شد، دختر مومشکی تنها سر یکی از میزهایی که از دیوار فاصله زیادی داشت نشسته بود. ساعت نهار تازه شروع شده بود و جمعیت زیادی در سالن دیده نمیشد. صف ناهار به سرعت پیش می رفت و وینسون نزدیک بود که به جلوی پیشخان برسد که برای دو دقیقه متوقف شد. علتان بود که مشتری جلویی شکایت داشت که قرص ساخارین را نگرفته است. اما تا هنگامی که غذا را در سینی گذاشت و به طرف سالن به راه افتاد، دختر نیست تنها سر میز خود نشسته بود. با حالتی که حاکی از عدم اعتنا بود و به صورت کاملا اتفاقی به دنبال میزی که نزدیک او قرار گرفته باشد میگشت. تقریبا سه متر با او فاصله داشت و نیم دقیقه دیگر به او می رسید که ناگهان صدایی از پشت سر به گوشش رسید که می گفت اسمیت وینستون خود را به نشنیدن زد. اما صدا بلندتر از دفعه قبل به گوش رسید. اسمیت فایده ای نداشت. سرش را به عقب برگرداند. مرد جوانی که قیافه احمقانه و موهای بور داشت و نامش ویلشر بود و وینسون فقط از دور او را می شناخت و را به یک جای خالی سر میز خود دعوت می کرد. رد کردن این دعوت کار صحیح و خطری نبود. و از این گذشته صلاح نبود که پس از شناخته شدن به طرف میز دختری که تنهاست برود و سر میز او بنشیند زیرا مسلما این کار توجه همه را جلب میکرد برگشت و با لبخند دوستانه سر میز ویلشر نشست جوان با قیافه احمقانه خود به نحو بسیار دوستانه به او لبخند میزد گویی یک تبر قوی ناگهان رویای خوش وینستون را از کمر قطع کرده بود. چند دقیقه بعد ادهی سر میز دختر مومشکی آمدند و میز او پر شد. اما حتما دخترک او را دیده بود که به طرف میزش می آید و شاید هم وقتی وینستون به کنار میز او می رسید اشاره و دعوتی برای نشستن می کرد. روز بعد وینستون سعی کرد که خیلی زود به رستوران برود. دختر قبل از او به رستوران آمده و در همان جای روز قبل نشسته بود و تنها بود. مردی که در صف ناهار جلوی وینستون قرار گرفته بود مرد کوچکندام سوسک شکل و پرحرکتی بود صورت مسطح و چشمهای ریزی داشت که از آن سوء زن پدیدار بود وقتی وینستون غذا را گرفت و سینی به دست به طرف سالن به راه افتاد متوجه شد که مرد سوسک شکل به طرف میز دختر مومشکی می رود. بار دیگر امیدها و آرزوهایش فرو ریخت. سر یکی از میزها که از میز دختر مومشکی نسبتا دورتر بود یک جای خالی دیده میشد. ظاهر مرد کوچک اندام نشان میداد که از آن زمره اشخاصی است که برای راحتی خود اهمیت زیادی قائل هستند برای همین یکی از میزها را که بیش از سایر میزها جای خالی داشته باشد انتخاب خواهد کرد. وینستون در حالی که گویی قلبش را در یخ گذاشتند به تعقیب مرد سوسک مانند ادامه داد. اما اگر به تنهایی با دختر روبرو نمیشد نتیجه ای نداشت. در این هنگام ناگهان صدای تصادم شدیدی به گوشش خورد. مرد کوچک اندام چار دست و پا روی زمین افتاد. سینی غذایش به گوشه ای پرتاب شد و دو جوی کوچک از قهوه و آب گوشت روی کف رستوران به راه افتاد. مرد سوسک شکل در حالی که نگاه غضبناکی به وینستون میانداخت و ظاهرا او را مسئول زمین خوردن خود میدانست از جا بلند شد اما گویا کارها بر وفق نظر وینستون جریان میافت و پنج ثانیه بعد او در حالی که قلبش از شدت هیجان کوبیده میشد بالاخره سر میز دختر مومشکی نشست. به روی دخترک نگاه نکرد. سینی غذا را جلوی خود گذاشت و فورا شروع به خوردن نمود. آغاز صحبت قبل از آن که کس دیگری سر میز بنشیند اهمیت زیادی داشت ولی ترس و وحشت شدیدی او را در بر گرفته بود. از آن هنگام که برای اولین بار با دختر مومشکی از نزدیک روبرو شده و او به وینستون ابراز علاقه کرده بود یک هفته میگذشت ممکن بود که در طی این مدت تغییر عقیده داده باشد باید تغییر عقیده داده باشد غیر ممکن بود که این ماجرا پایان موفقیت آمیزی داشته باشد این نوع اتفاقات در زندگی حقیقی روی نمیداد و شاید اگر وینستون امپلفورت شاعر اداره که گوشهای پرموی داشت را ندیده بود اصلا از شروع صحبت صرف نظر میکرد امپلفورت سینی غذا را در دست گرفته و به دنبال یک جای خالی میگشت او به علت مبهمی به وینستون علاقه داشت و اگر او را میدید قطعا سر میز او مینشست فقط یک دقیقه وقت برای اقدام باقی بود. هم وینستون و هم دختر مومشکی به سرعت مشغول خوردن غذا بودند. غذایی که مشغول خوردن آن بودند یک نوع آب گوشت رقیق و در واقع یک نوع سوپ بود که لوبیا به آن زده بودند. وینستون با لحن زمزمه مانندی شروع به صحبت کرد. هیچ از آنها به بالا نگاه نمی کردند و به سرعت و مداوم قاشق آب گوشت را به دهان می گذاشتند. در فواصل بین قاشق ها جملات کوتاه لازم را با صدای آهسته ای و بدون اینکه احساسی همراه داشته باشد رد و بدل می کردند. چه ساعتی اداره رو ترک می کنی؟ هیجده کجا میتونیم همو ملاقات کنیم؟ میدون ویکتوری نزدیک مجسمه. اونجا که پر تلسکرینه. اگه جمعیت زیاد باشه عیبی نداره. علامتی لازم نیست؟ نه. تا موقعی که جمعیت اطراف منو نگرفته به من نزدیک نشو. علاوه بر این به من نگاه نکن. فقط نزدیک من باستا. چه ساعتی؟ ساعت نوزده بسیار خوب امپلفورد وینستون را ندید و سر میز دیگری نشست دختر غذایش را به سرعت تمام کرد و از جا بلند شد ولی وینستون نشست تا سیگاری بکشد هیچ کدام صحبت دیگری نکرده بودند و تا آنجا که برای دو نفر که سر یک میز نشستند امکان دارد به یکدیگر نگاه هم نینداخته بودند. وینستون قبل از ساعت مقرر در میدان ویکتوری حاضر شد. مدتی دور پایه ستون عظیمی که مجسمه برادر بزرگ در رأس آن نصب شده بود قدم زد. برادر بزرگ از بالای این ستون مرتفع به آسمانهای جنوب که در آن هواپیماهای اوراسیا را در جنگ هوایی اول از میان برده بود نگاه میکرد در خیابان مقابل این ستون مجسمه مردی که سوار اسب بود دیده میشد و میگفتند که مجسمه الیور کرامول است پنج دقیقه از وقت گذشته بود و هنوز دختر نیامده بود. بار دیگر ترس و وحشت وینستون را فرا گرفت. نخواهد آمد. عقیدهش را تغییر داده است. آهسته به سمت شمال میدان به راه افتاد و یک نول لذت ضعیفی احساس کرد. زیرا کلیسای سنت مارتین که زنگ های آن البته روزگاری که زنگ داشتند می گفتند تو سه پول به من بدهکاری را شناخته بود. بعد دختر مومشکی را دید که کنار پایه ستون ایستاده و اعلامیه دیواری بزرگی که به آن چسبانده بودند را می و یا تظاهر به خواندن می کند. صلاح نبود که قبل از تجمع عده بیشتری وینستون به او نزدیک شود. زیرا در گوشه و کنار میدان تعداد زیادی تلسکرین نصب شده بود. اما در همین موقع صدای فریاد چرخهای وسایل نقلیه سنگین از سمت چپ میدان به گوش رسید و ناگهان اغلب کسانی که در میدان اجتماع کرده بودند از وسط میدان شروع به دویدن کردند دختر مومشکی به سرعت به دور شیران پایه مجسمه چرخی زد و بعد به دنبال جمعیت دوید وینستون نیز او را تعقیب کرد و همانطور که میدوید از فریاد و فقان مردم فهمید که یک کاروان از اسیران اوراسیایی از جنوب میدان میگذرد قبل از اینکه دختر مومشکی و وینستون به جنوب میدان برسند جمعیت کثیری در آنجا جمع شده بودند وینستون که در مواقع عادی حتی کان از جمعیت دوری می کرد اکنون به کمک شانه ها دست ها و پاهای خود سعی داشت که راهی از میان جمعیت باز کند. هل می داد. تنه می زد. فشار می آورد و پیش می رفت. خیلی زود نزدیکش شد به طوری که فقط یک دست با او فاصله داشت. اما یک کارگر عظیم و جسه و یک زن عظیم و جسه تر که به نظر می رسید همسر کارگر مزبور باشد راه را بسته و یک دیوار غیر قابل نفوذ گوشتی در مقابل او به وجود آورده بودند. وینستون بدنش را کج کرد و به زحمت به کمک یک فشار شدید موفق شد که شانهاش را میان آن دو جا کند. برای یک لحظه چنین احساس کرد که بدنش میان دو نفر ازولانی و نیرومند مثل حبه گندمی که میان دو سنگ آسیاب باشد خورد می شود. بعد در حالی که کمی عرق کرده بود راهی به بیرون باز کرد. اینک در کنار دختر قرار گرفته بود. شانه به شانه. و هر دو خیره به جلو مینگریستند. یک کاروان طویل کامیون که در چهار گوشه هر یک از آنها سربازی مسلح به مسلسل سبک با قیافه چوبی ایستاده بود به طرف جنوب خیابان می رفت. در کامیون ها مردان زرد رنگ کوچکندامی کنار هم چنباتمه زده بودند و چهره های غم زده مغولیشان که ضمن حالت بیعتنایی خاصی در آن دیده میشد از بالای لبه کامیون به خیابان خیره شده بود هنگامی که کامیونی در دست انداز میافتاد صدای برخورد فلز به گوش می رسید. زیرا به پای همه اوسرا پابند زده بودند. کامیون های حامل این اوسرای زرد رنگ یکی پس از دیگری از خیابان می گذشت. اما وینستون فقط گاهی چشمانش کامیون ها را می دید. شانه دختر و بازویش تا مچ دست او به شانه و دستش فشرده میشد و گونهش کاملا نزدیک صورت او بود به طوری که وینستون حرارت آن را احساس می کرد. دختر بلا فاصله مثل همیشه ابتکار را در دست گرفت و با همان صدای بدون احساس و در حالی که لبهایش تقریبا حرکت نمی کرد شروع به صحبت کرد. صدایش شباهت به زمزمه آرامی داشت که در میان سر و صدای مردم و کامیون ها غرق می شود. صدای منو میشنوی؟ بله. میتونی بعد از ظهر یک شنبه رو مرخصی بگیری؟ بله. پس با دقت گوش کن. باید این نکته رو کاملا به خاطر داشته باشی. برو به ایستگاه پادینگمون. و بعد با یک نوع دقت نظامی که موجب تعجب وینستون شد خط سیری را که او می بایست طی کند تعیین کرد نیم ساعت مسافرت با ترن پیچیدن به سمت چپ ایستگاه دو کیلومتر پیاده روی در خط جاده عبور از کنار یک در بزرگ که پلاک آن افتاده است عبور از یک کوره راه میان مزاره و یک زمین علفزار و یک کوره راه میان بوته ها و رسیدن به یک درخت سوخته که به بدنه آن خزه رویده است. چنین به نظر می رسید که در مغز خود نقشه مخفی کرده است. بالاخره با همان صدای زمزمه مانند گفت همه رو یادت موند؟ بله. اول به چپ بعد به راست دوباره به چپ بعد در بزرگی که پلاک نداره فهمیدم چه ساعتی؟ حدود ساعت پونزده شاید لازم بشه که کمی منتظر بشی من از راه دیگه ای به اونجا میام مطمئنی که همه جزئیات رو به خاطر سپردی؟ بله پس هر چه زودتر از من دور شد لازم نبود که این را به وینستون بگوید. فشار جمعیت در آن هنگام به حدی بود که آنها نمی توانستند از هم جدا شوند. کامیون ها هنوز یکی پس از دیگری از خیابان می گذشت و مردم نیز با اشتیاق به آنها نگاه می کردند. ابتدا صداهایی ها که از ابراز تنفر نسبت به اوسرا از ادهی شنیده می شود. ولی این صداها متعلق به اعضای حزب بود و هیجانی که مردم داشتند صرفا ناشی از کنجکاوی بود خارجیها چه از اهالی اوراسیا و چه از اهالی ایستیشیا بودند یک نوع حیوانات عجیب محسوب می شدند و شخص هیچگاه جز هنگامی که به عنوان اسیر به مملکت آورده می شدند آنها را نمیدید. این دیدار هم اغلب بسیار کوتاه بود و از یک لحظه تجاوز نمی کرد. از این گذشته کسی نمی دانست که پس از اسارت به سر آنها چه می آید. و فقط عده معدودی از آنها به عنوان جنایتکاران جنگی به دار آویخته میشدند و بقیه ناپدید میگشتند حد زده میشد که همه را به اردوگاه های کار اجباری میفرستند. قیافه های گرد مغولی تدریجا جای خود را به قیافه هایی داد که کمی به چهره های اروپایی شباهت داشت. این اوسرا عموماً کثیف بودند، ریش داشتند و سخت خسته به نظر می رسیدند. چشمهایشان از بالای گونه های استخانی به چشمهای وینستون دوخته میشد و گاه این نگاهها ها عمق عجیبی داشت. کاروان او سرا کم کم به انتها می رسید. در آخرین کامیون مرد مسنی دیده میشد که صورت پرمویی داشت و در حالی که دستهایش را به حالت ضرب در در مقابل خود نگاه داشته بود راست ایستاده بود. و چنین به نظر می رسید که این کار عادت همیشگی اوست. موقع مناسب برای جدا شدن وینستون و دختر مومشکی رسیده بود. اما در آخرین لحظه در حالی که هنوز جمعیت در اطرافشان موج می زد دختر مومشکی دست وینستون را گرفت. شاید این کار بیش از ده ثانیه هم طول نکشید اما چنین به نظر رسید که وینستون به حد کافی وقت پیدا کرده بود که کوچکترین جزئیات دست دختر را بشناسد. های دراز، ناخنهای خوش ریخت و کف دست او را که بر اثر کار سفت و مخطط شده بود و پوست لطیف زیر مچ او را لمس کند. در همین مدت کوتاه به حدی دست او را خوب شناخته بود که فقط به کمک همین یک بار لمس می توانست با یک نگاه آن را باز شناسد. در همان لحظه این طور به نظرش می رسید که رنگ چشم های دختر را نمی داند. احتمال می رفت که چشم او میشی باشد اما گاهی چشمان کسانی که موهای مشکی داشتند به رنگ آبی بود. اما برگرداندن سر و خیره شدن به چشم دختر یک حماقت غیر قابل تصور به شمار می رفت. و آنها در حالی که دستهایشان در همان لحظات کوتاه در هم فرو رفته بود و در میان فشار جمعیت دیده نمیشد به جلو نگاه می کردند. و به جای چشمان دختر چشمان اسیر پیر به نحو غمانگیزی از میان انبوه موهای چهرش به چشمهای وینستون خیره شده بود. وینستون از جاده باریکی که آفتاب و برگهای درختان آن را سایه و روشن کرده بودند میگذشت هر جا که مزارع گندم کوره راه را قطع می کرد، از میان گندم که شکل دریاچه های طلا را داشت عبور می کرد. در سمت چپ درختها گل های وحشی صحرایی زمین را مهالود کرده بود. چنین به نظر می رسید که هوا پوست بدن را می بوسد. روز دوازدهم اردی به هشت بود و از نقطه ای در قلب جنگل صدای بال زدن کبوترها به گوش می رسید. کمی زود آمده بود. پیدا کردن راه کمترین اشکالی ایجاد نکرده بود. نقشه ای که دختر به او یاد داد چنان دقیق بود که اعتماد وینستون به او جلب شده بود. او کمتر از آنچه که عادت داشت از این سفر وحشت می کرد و فکر می کرد که می تواند در مورد پیدا کردن یک محل بینظیر هم به او اعتماد داشته باشد. عموماً کسی نمی توانست فکر کند که دهات و حومه لندن از خود لندن جای امتری است البته در صحرا تلسکرین وجود نداشت ولی همیشه خطر وجود میکروفون های مخفی در میان بود و به این وسیله صدای شخص ضبط و بعد شناخته میشد از این گذشته مسافرت به خارج شهر بدون اینکه توجه کسی را جلب کند کار آسانی نبود برای مسافرت های از 100 کیلومتر لازم نبود که پاسپورت به امضا برسد. ولی گاهی معمورین که همیشه در ایستگاه های راهن دیده می شدند جلوی افراد حزبی را که به ایستگاه می آمدند می گرفتند و سوالات گوناگون و عجیبی از آنها می کردند. به حال وینستون در راهن و قطار با معمورین روبرو نشد. بعد هم در شروع پیاده روی چندین بار با احتیاط به پشت سر خود نگاه کرد و مطمئن شد که کسی در تعقیبش نیست. ترن مثل روزهای تعطیل و به علت اینکه هوا مثل روزهای اوایل تابستان کمی گرم شده بود، مملو از کارگران بود. روی سندلی های چوبی واگونی که او با آن مسافرت می کرد، بیش از حد گنجایش آن اعضای یک خانواده بزرگ که در میان آنها از پیرزن بیدندان تا بچه یک ماه دیده میشد نشسته بودند. این خانواده برای گذراندن بعد از ظهر به خارج شهر می رفتند. و آزادانه به وینستون می گفتند که در نظر دارند کمی کره از بازار سیاه خریداری کنند. جاده کم ارزتر شد و به فاصله یک دقیقه او به کوره راهی که دختر به آن اشاره کرده بود رسید. این کوره راه مخصوص احشام بود و از میان بوته ها رد می شد. وینستون ساعت نداشت ولی فکر می کرد که هنوز ساعت یازده نشده است. گلهای وحشی صحرایی در این قسمت به حدی متراکم و تنگ رویده بود که وینستون نمی توانست آنها را لگد نکند. زانو زد و آنها را چید. این کار هم برای وقت گذرانی و هم به خاطر یک جور احساس مبهم بود. او فکر می کرد که دوست دارد وقتی با دختر روبرو می شود دست گلی برای تقدیم به او داشته باشد. یک دسته گل بزرگ از گلهای وحشی چید و بعد شروع به بوییدن آن کرد. اما در همین هنگام صدایی که از پشت سر به گوش می رسید بدنش را منجمد کرد. این صدا بدون تردید صدای برخورد پا با علف ها و بوته های صحرا بود. وینستون به چیدن گلها ادامه داد. این بهترین کار بود. ممکن بود که صدای پای دختر و یا صدای پای کسی باشد که با همه احتیاط وینستون به تعقیب او پرداخته بود. سربرگرداندن و به عقب نگاه کردن، نشان دادن گناه و اعتراف به جرم بود. به چیدن گلها ادامه داد. در این هنگام دستی به آرامی روی شانه هایش گذاشته شد. به بالا نگاه کرد. دختر مومشکی بود. سرش را تکان داد و ظاهرا میخواست اختار کند که او باید ساکت باشد. آنگاه بوته هایی را که صد راه شده بود کنار زد و به سرعت از باریک راه به طرف جنگل به راه افتاد. ظاهرا او قبلا هم از این راه عبور کرده بود زیرا چنان از روی چاله هایی که سر راه پیدا میشد میجست که گویی قبلا از وجود آن آگاه بوده و یا به پریدن از روی آنها عادت کرده است اولین احساسی که در وینستون پیدا شد احساس آسایش و راحتی خیال بود اما همانطور با دیدن شال باریکی که محکم به دور کمر او پیچیده شده بود احساس کرد که یک نوع حس حقارت بر دوشهایش سنگینی نموده حتی در این لحظه هم چنین فکر می کرد که اگر دختر به عقب برگردد و به اون نگاه کند به احتمال زیاد از همین جا به شهر باز خواهد گشت. مطبوعیت و لطافت هوا و سبزی و پاکیزگی برگ ها او را دچار ترس کرده بود. و حتی قبل از آنکه که با دختر روبرو شود پس از پیاده شدن از ترن و در راه چنین احساس کرده بود که آدم کسیفیست که به زندگی در اتاق خو گرفته و گرد و خاک لندن در لابلای پوست بدنش فرو رفته است. بعد به فکرش رسید که تا کنون دخترک هرگز او را در روشنایی کامل روز و در یک فضای باز ندیده است. به درخت سوخته ای که دختر از آن صحبت کرده بود رسیدند. دختر از روی درخت پرید و بوته هایی را که به نظر می رسید محکم به هم چسبیده باشند کنار زد. و وقتی وینستون به او نزدیک شد مشاهده کرد که به نقطه ای رسیدند که گویی طبیعت آنجا را در میان بوته ها برای نشستن درست کرده است. کف این نقطه را علف های ظریف و کوتاهی پوشانده و دور آن را درخت های جوانی احاطه کرده بود. به نحوی که داخل آن از خارج به هیچ وجه دیده نمیشد. دختر ایستاد. سر و گفت: رسیدیم. وینستون در چند قدمی او ایستاده و از همانجا به او نگاه می کرد. هنوز جرأت نمیکرد که به او نزدیک تر شود. دختر ادامه داد. نمی تو راه چیزی بگم. ممکن بود که وسط رای میکروفون پنهان کرده باشن. البته فکر نمی کنم اینجاها مایک بذارن اما به هر حال احتمال میرفت که گذاشته باشن. در چنین صورتی همیشه از اون خوکا پیدا میشن که صدای آدم رو تشخیص بدن. به هر صورت حالا سلامت به اینجا رسیدیم. وینستون هنوز هم جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. با لحن ابلهانه ای پرسید: اینجا خطری نیست؟ نه. به درختا نگاه کن. درختها ساقه های کوچکی بودند که از درختهای بزرگتر قطع و در آنجا کاشته شده و اینک به صورت یک جنگل کوچک درآمده بود. هیچ یک از ساقه ها از مچ یک دست زخیم تر نبود. اینجا درخت بزرگی وجود نداره که کسی بتونه توش میکروفون مخفی کنه. از این گذشته من قبلا اینجا اومدم. صحبت عادی و ساده ای را شروع کرده بودند. وینستون حالا تدریجا به او نزدیک می شود. او با قد کشیده خود در برابر وینستون ایستاده بود و یک لبخند که کمی تعنه آمیز بود در چهرش دیده می گویی فکر می کرد که چرا وینستون تا این حد ترسوست. گلهای صحرایی تدریجا به زمین می ریخت و چنین به نظر می رسید که به میل خود به زمین میافتند. وینستون پرسید اسم شما چیه؟ جولیا اما من اسم شما رو میدونم وینستونه وینستون اسمیت از کجا اسم من رو فهمیدی؟ عزیزم فکر میکنم که من تو این کارا از تو ماهرتر باشم بگو قبل از اینکه اون روز اون کاغذ رو به دستت بدم درباره من چه فکری میکردی؟ وینستون هیچ وسوسه‌ای برای دروغگویی احساس نکرد و شاید به نظرش ابراز بدترین و دردناکترین حقایق در ابتدای امر یک نوع ابراز عشق محسوب میشد. بنابراین گفت من از دیدن قیافه ای تو متنفر بودم. دلم میخواست که بهت تجاوز کنم و بعدم به قتلت برسونم. دو هفته قبل یه بار جدا فکر کردم که با یه قلوه سنگ رو متلاشی کنم. و اگه واقعا میخوای بدونی باید بگم که فکر کردم تو با پلیس فکر سر و کار داری. دختر با کمال مسرت خنده ای کرد. ظاهرا این حرفهای وینستون را به عنوان تمجید از قدرت عالی خود برای گمراه کردن دیگران و مخفی کردن احساسات خود تلقی کرد واقعا فکر می که من با پلیس فکر رابطه دارم خیال نمی کنم که از ته قلب چنین فکری رو میکردی. بله شایدم این طور بود اما از ظاهرت به خاطر اینکه تو جوون و شاداب و سالم هستی منظورم رو که میفهمی خیال میکردم که شاید میدونم تو فکر میکردی که من یکی از اعضای خوب حزب هستم در گفتار و کردار، در تظاهرات، شعار دادن، بازی ها و گردش های دست جمعی صادقم. فکر میکردی که اگه کوچکترین فرصتی برای معرفی تو به دست بیارم سریعاً به عنوان جانی فکری تو رو لو میدم و جلوی مسلسل می فرستم. اینطور نیست؟ بله یه همچین چیزایی. میدونی که عده زیادی از دخترای جوان اینطوریه. جولیا گفت تقصیر این تیک پارچه لعنتیه. و بعد شال باریک و قرمز رنگ سازمان جوانان ضد احساسات جنسی را از دور کمرش باز کرد و آن را میان بوته ها انداخت. آنگاه گویی لمس کردن کمر او را به یاد چیزی انداخته است دستش را به جیب اونیفرم برد و یک قطعه کوچک شکلات بیرون آورد. آن را به دو نیم کرد. یک نیمه آن را به وینستون داد و وینستون حتی قبل از آن که تک شکلات را بگیرد از بوی آن دریافته بود که یک نوع شکلات غیرعادی است. این شکلات رنگ قهوه‌ای درخشانی داشت و در تک کاغذ نقره‌ای رنگی پیچیده شده بود. در حالی که شکلات های معمولی را از یک نوع ماده قهوه‌ای رنگ مایل به سیاه تهیه می کردند که خیلی سست بود، زود خورد می شود و بوی آن مثل بوی دود آتش زباله بود. اما وینستون در عمق ذهنش به خاطر می آورد که از نوع شکلات جولیا باز هم خورده است. و اولین لحظه ای که بوی این شکلات به مشامش رسید خاطره ای به مغزش حجوم آورد که نمی توانست تشخیص بدهد مربوط به چه زمانی و چیست ولی به هر حال این خاطره نیرومند و مزاحم بود پرسید این شکلات رو از کجا گرفتی؟ دختر با بی جواب داد از بازار سیاه و بعد ادامه داد در ظاهر من از نوع همین دخترا هستم در بیشتر بازی ها و ورزش مهارت دارم توی سازمان جاسوسان رئیس یکی از گروهها هستم و هفته سه شب به طور داوطلبانه برای سازمان جوانان ضد احساسات جنسی کار میکنم ساعتهای طولانی علامتها و شعارها و آگهیهاشون رو به در و دیوار لندن می چسبونم. در تمام تظاهرات سازمان یکی از دو نفری هستم که علامت مخصوص سازمان رو پیشا پیش صفها به دوش می گیرن. همیشه وانمود می کنم که شاد و خوشحال و سرحالم. هیچ وقت از زیر کار خالی نمی کنم. همیشه با جمعیت فریاد میکشم و هیچ وقت مخالفتی ابراز نمی کنم. چون این تنها راه سالم موندنه. اولین قسمت شکلات روی زبان وینستون آب شد. مزه آن بی انداز مطبوب. اما هنوز خاطره ای که بوی آن در وینستون زنده کرده بود در محیط ذهنش میچرخید. خاطره ای بسیار قوی و احساسی نیرومند بود که محدود ساختن آن امکان نداشت. سعی کرد که این خاطره را از مغزش کنار بزند. ولی ضمناً حس می کرد که این خاطره متعلق به کارهایی است که میل داشته اثر آن را از میان ببرد ولی موفق نشده است. وینستون گفت تو خیلی جوونی. خیال می کنم ده دوازده سال از من جوون تری. در مردی مثل من چه چیزی هست که بتونه دختری مثل تو رو جلب کنه؟ یه حالت خاص تو قیافه شماست. پیش خودم گفتم که امتحان می کنم. من میتونم از قیافه افراد به زمیر اونها تا حدی پی ببرم و اولین دفعه ای که شما رو دیدم متوجه شدم که با اونها مخالفی. منظور از آنها ظاهرا حزب و از آن بالاتر اعضای داخلی حزب بود و دختر مومشکی درباره آنها چنان با تنفر صحبت میکرد که وینستون با آنکه می در این نقطه هم او و هم دختر امن هستند احساس ناراحتی کرد. یکی از خصایص دختر که وینستون را سخت متعجب کرده بود بد زبانی او بود. از اعضای حزب انتظار نمی رفت که ناسزا بگویند و فوش بدهند. وینستون هم هرگز و حداقل با صدای بلند فوش نداده بود. ولی به نظر می رسید که جولیا نمیتواند تواند از اضافه کردن فحش و ناسزا و کلماتی که روی دیوارهای کوچه پس کوچه ها می به دنبال نام اعضای داخلی حزب خودداری کند. فوش دادن را کار بدی نمی دانست. ناسزاگویی نشان و یا آرزه شورش او علیه حزب و رویه های مختلف آن بود و این ناسزاگویی به شکل خاصی طبیعی و سالم به نظر می رسید. مثل صرفه ای بود که بر اثر بو کردن جوی بد به قاطر دست می دهد. محوته و یا به قول جولیا مخفیگاه را ترک کردند و در جاده باریکی که سایه روی آن را پوشانده بود به راه افتادند. هر جا که جاده اندکی عریزتر می شد و می توانستند کنار هم راه بروند دستهاشان دور کمر هم پیچیده می شد. وینستون متوجه شد که پس از باز کردن شال باریک کمر دختر بی اندازه نرم و لطیف شده است. خیلی آهسته صحبت می کردند و صحبتشان بیشتر شبیه نجوا بود. بیرون در مخفیگاه جولیا به او گفته بود که بهتر از هنگام راه رفتن خیلی آرام با هم صحبت کنند. کم کم به مرز جنگل کوچک رسیدند. جولیا وینستون را متوقف کرد. از بین درختا بیرون نرو. ممکنه کسی مراقب باشه. اگر همینطور پشت این نهال ها راه بریم امتره. در سایه بوته های بلند تمشک ایستاده بودند. آفتاب با آنکه برگ درخت ها جلوی آن را سد کرده بود به صورت آنها میتابید و گرم بود. وینستون به صحرایی که جلوی پایشان گسترده بود نگاهی انداخت و ناگهان احساس کرد که این نقطه را قبلا دیده است و دچار لرزه ای شد. این نقطه صحرای کوچکی بود که احشام علفهای آن را تا آخر ساق جویده بودند اینجا و آنجا جای پا دیده میشد و در گوشه و کنار تپه های کم ارتفاع و کوچک به چشم می‌خورد. در کنار چیزی که در آن سوی صحرا واقع شده بود، نهالهای درخت مجنون در مقابل وزش نسیم خم می شدند. و برگهایشان مثل گیسوان زنان به این سو و آن سو پخش می شود. بیشک در همین نزدیکی ها اما دور از چشم می بایست یک جوی بزرگ آب و چندین استخر طبیعی کوچک که سر راه آن قرار گرفته است و ماهی های نقرعی در میان آن شنا می کنند وجود داشته باشد. وینستون زیر لب گفت این نزدیکی ها یه نهر آب نیست؟ چرا یک جوی بزرگ در مرز اون مزرعه هست؟ ماهی های بزرگی داره که زیر درخت نارون کنار استخر روی آب میان به هوا میپرن و دمهاشون رو تکون میدن. پس میشه گفت که همون سرزمین تلاییه. سرزمین طلایی مهم نیست منظره یکی یه, یه وقتی تو خواب دیدم. جولیا با صدای نجوا مانندی گفت نگاه کن. در پنج متری آنها یک قناری روی شاخه یکی از نهالها و در سطح موازی بینی آنها نشسته بود. شاید آنها را ندیده بود. پرنده در آفتاب و آنها در سایه قرار گرفته بودند. بالهایش را گسترده و بعد با دقت تمام جمع کرد و گویی خورشید را پرستش می کند. سرش را لحظه ای بالا برد و خم کرد و آنگاه شروع به خواندن آواز نمود. در سکوت بعد از ظهر صدای پرنده تکان دهنده بود. وینستون و جولیا در حال شیفتگی دست در کمر یکدیگر ایستاده و به اون نگاه میکردند آواز پرنده ادامه پیدا کرد دقایقی میگذشت آنها همچنان مسهور و شیفته به آن نگاه میکردند پرنده آن به آن تغییرات و واریاسیون های جدیدی به آواز خود میداد و هیچگاه قطعه قبلی را تکرار نمی کرد. مثل این بود که میخواهد نشان بدهد که تا چه حد در هنر خود ورزیده و قوی و عاشق آن است. گاهی برای چند ثانیه سکوت می کرد. جابجا میشد و بالهایش را باز میکرد و میبست سیناش را به جلو می آورد، نفسی تازه می کرد و دوباره به خواندن ادامه می داد. وینستون با یک نوع احترام روحانی به پرنده خیره شده بود. برای که و برای چه می نه رقیب، نه همسر و نه معشوقش به او نگاه نمی کردند. چه چیز او را وادار می کرد که روی این شاخه درخت بنشیند و آوازش را تسلیم هیچ کند. فکر کرد که مبادا بعد از همه اطمینان هایی که به خود داده بودند یک میکروفون در این نزدیکی پنهان شده باشد. او و جولیا خیلی آهسته صحبت می کردند. و میکروفون نمی توانه صدایشان را ضبط کند ولی صدای پرنده را ضبط می گرد. شاید در آن سوی میکروفون مردی مرد سوسک شکلی با دقت تمام مشغول گوش دادن به این آواز بود اما به تدریج آهنگ موسیقی آواز پرنده افکار و حدسیات مختلف را از مغزش بیرون راند. گویی آهنگ صدای پرنده یک نوع ماده مایع بود که دوروبر او فرو می ریخت با نور خورشید که در لابلای برگ درختها ها تصفیه می شد و پایین می آمد در میامی. از فکر کردن دست برداشت و تقریبا در همان لحظه هر دو به خواب رفتند و در حدود نیم ساعت خوابیدند. ابتدا وینستون بیدار شد. نشست و به چهره دختر که کف دستش را زیر سرش گذاشته و در خواب آرامی فرو رفته بود. و به خالهای صورتش خیره شد جز دهان سایر قسمتهای صورتش زیبا نبود و اگر شخص با دقت نگاه می کرد یکی دو چین در کنار چشمانش دیده می موهای کوتاه مشکی او فوقالعاده زخیم و نرم بود و وینستون به یاد آورد که هنوز نمیداند نام فامیل او چیست و یا کجا زندگی می کند. بدن جوان و نیرومند دختر که اینک در خواب بدون دفاع به نظر می رسید در او یک نوع احساس ترحم زنده کرده بود. ولی احساس قوی و شدید و خالی از فکر نیم ساعت قبل احساسی که هنگام آواز خواندن قناری و در کنار درختان به او دست داده بود هنوز باز نگذشته بود و داستان به همین جا ختم می شد اما این روزها کسی نمی توانست عشق پاک و یا شهوت ساده داشته باشد. هیچ احساس و هیجانی پاک نبود. زیرا همه چیز با تنفر و ترس آلوده شده بود. هماغوشی حالت جنگی را داشت که اوج آن پیروزی و فتح آن باشد. این هماغوشی زربه ای بر پیکر حزب محسوب می و به این دلیل یک کار سیاسی به شمار می رفت. جولیا بیدار شد و گفت ما می تونیم یه بار دیگه اینجا بیاییم. معمولا دو بار به یه مخفیگاه اومدن خطری نداره. اما البته برای یک یا دو ماه دیگه. جولیا به محض که از خواب بیدار شد طرز رفتارش تغییر کرد هوشیار و جدی به نظر می رسید. لباسش را پوشید شال قرمز رنگ را به دور کمرش پیچید و شروع به مرتب کردن جزئیات مربوط به بازگشت نمود این کار طبعا باید به او واگذار شود جولیا یک نوع زکاوت عملی داشت که وینستون فاقد آن بود و از این گذشته به نظر می رسید که اطلاعات بسیار جامعی که نتیجه گردش های دست جمعی بیشمار بود از هومه لندن دارد. راهی که برای بازگشت به وینستون نشان داد با راه قبلی به کلی تفاوت داشت. و به ایستگاه راه آهن دیگری ختم میشد هیچ وقت از همون راهی که از شهر بیرون اومدی به خونه برنگرد و این جمله را با چنان لحنی به وینستون گفته بود که گویی یک اصل مهم و بزرگ را برای او تکرار میکند قرار شد که جولیا اول حرکت کند و وینستون نیم ساعت بعد از او به راه بیفتد. جولیا نام نقطه ای را که بنا بود چهار شب بعد پس از خاتمه کار در آنجا هم را ببینند به وینستون گفته بود. این محل خیابانی بود که در یکی از فقیرترین محلات شهر واقع شده بود. در آنجا یک بازار آزاد وجود داشت که معمولا همیشه جمعیت زیادی در آن اجتماع می کردند و گفته بود که در بازار ظاهرا برای خرید بند کفش و نخ خیاطی قدم خواهد زد و اگر افق را روشن ببیند وقتی وینستون به او نزدیک می شود صرفه خواهد کرد در غیر این صورت وینستون باید بدون اینکه اظهار آشنایی کند از کنار او بگذرد. بعد گفته بود که برعکس اگر بخت یاری کند می توانند در میان جمعیت مدت یک ربع ساعت با هم صحبت کنند و ترتیب ملاقات دیگری را بدهند. جولیا پس از تمام شدن این دستورها گفت خب حالا دیگه باید برم. سر ساعت نوزده و نیم منتظرم هستند. باید دو ساعت برای سازمان جوانان ضد احساسات جنسی کار کنم. رساله و اوراق سازمان رو پخش میکنم. نسخه نیست؟ موهای منو کمی برس بزن. خار و خاشاکی توش نیست؟ مطمئنی؟ پس خدا حافظ عشق من. خدا حافظ. یک لحظه بعد نهال را به کناری زد و بدون سر و صدا میان درختان جنگل ناپدید شد. حتی حالا هم وینستون نام فامیلی و آدرس او را نمی دانست. البته فرقی نمی کرد. زیرا غیر قابل تصور بود که بتوانند در داخل خانه های یکدیگر با هم ملاقات کنند و یا هر نوع ارتباط کتبی برقرار نمایند. این طور اتفاق افتاد که دیگر هرگز به مخفیگاه و محوطه کنار جنگل باز نگشتند. در ماه اردی بهشت فقط یک بار دیگر با هم ملاقات کردند. این محل تقریبا متروکه بود. و در منتهای علیه یکی از دهات واقع شده و سی سال پیش مورد اصابت یک بمب اتمی قرار گرفته بود و اگر شخص می توانست بدون اشکال به آنجا برسد محل مناسبی بود ولی برای رسیدن به آن باید خطرات زیادی را قبول کرد بقیه ملاقات ها در خیابان های شهر هر شب در یک نقطه و هر بار در مدتی کمتر از نیم ساعت صورت گرفته بود. در خیابانها معمولا با رایت اطراف و جوانب صحبت کردن امکان داشت. هنگامی که در خیابان و در میان جمعیت هم را و در پیاده رو به راه می در حالی که هیچگاه کنار یکدیگر راه نمی رفتند و چشمهایشان فقط به جلو نگاه می کرد. یک نوع مکالمه عجیب و مقطع بین آنها شروع می شد. که مثل فانوس دریایی که دائم برای راهنمایی کشتیها خاموش و روشن می شود قط و وصل می شود و به محض اینکه اونیفرم اعضای حزب نمودار می گشت و یا به تلسکرین می رسیدند مکالمه قطع می شد. و بعد از چند دقیقه از وسط جمله دوباره شروع به صحبت می کردند. آنگاه به محض آنکه به نقطه معینی که قبلا درباره آن توافق کرده بودند می رسیدند ناگهان جمله را ناتمام می و آنگاه روز دیگر بدون اینکه کلام مقدماتی یا سلام و علیکی بینشان رد و بدل شود دنباله آن را می گرفتند. به نظر می رسید که جولیا با این طرز صحبت خیلی آشناست و خود او این نوع صحبت را صحبت کردن قسطی می نامید. او به نحو حیرت عادت داشت که بدون اینکه لب و دهانش را تکان بدهد صحبت کند. گاه یک ماه می گذشت و با وجود تکرار ملاقات های شبانه فقط یک بار همدیگر را می بوسیدند. و این بوسه ها نیز گاه ناشی از اتفاقات بود. از آن جمله یک بار بدون اینکه با هم صحبت کنند از یک خیابان فرعی می گذشتند. وقتی از های اصلی دور می‌شدند، جولیا هرگز صحبت نمی‌کرد. ناگهان صدای گرفتهی به گوش رسید. زمین به لرزه درآمد، آسمان تاریک شد و وینستون خود را دید که وحشت زده و زخمی به پهلو به روی سنگ فرش خیابان افتاده است. یک بمب فشفشهی در نزدیکی ایشان به زمین خورده بود. چند سانتیمتر دورتر از خود صورت جولیا را دید که گرد مرگ گرفته و مثل گچ سفید شده است. او نیز به روی سنگ فرش افتاده بود. حتی لبهایش هم سفید شده بود. مرده بود. او را در آغوش گرفت و سینهش را به سینه او فشرد و ناگهان متوجه شد که صورت زنده، گرم و پرحرارتی را می یک نوع ماده گرد مانند به لبهای جولیا چسبیده بود که به دهان وینستون داخل شد. بر روی صورت هر دویشان یک پرده زخیم گرد و خاک دیده میشد. بعضی شبها اتفاق میافتاد که وقتی به محل ملاقات می رسیدند ناچار می شدن که از کنار هم رد شوند و کلمه صحبت نکنند. زیرا یک معمور پلیس در گوشه میدان پیدا شده بود و یا آنکه هلیکوپتر روی آسمان میدان چرخ میزد حتی اگر اشکالات به این اندازه هم نبود برای ملاقات با هم وقت کافی پیدا نمی کردن. ساعت کار وینستون در هفته به 60 ساعت می رسید و ساعت کار جولیا از این هم طولانی تر بود. روزهای تعطیلشان هم بسته به فشار کار تغییر می کرد و خیلی کم با روز تعطیل دیگری تطبیق می نمود. از این گذشته وضع جولیا مشکل تر بود. به ندرت اتفاق می افتاد که تمام ساعات شب را آزاد باشد و به نحو حیرت انگیزی اغلب در فعالیت حزبی شرکت می کرد. ساعت متوالی از وقت خود را صرف شنیدن سخنرانی ها، شرکت در همایش ها، پخش اوراق و رساله های سازمان جوانان ضد احساسات جنسی، تهیه شعار و پرچم برای هفته تنفر، جمعآوری اعانه، مبارزه برای افزایش پسنداز و فعالیت نظیر آن می نمون. معتقد بود که این کارها بسیار مفید و با نتیجه است و موجب می شود که مراقبین و محافظین و معمورین پلیس متوجه افکار و نیات حقیقی او نشوند. می گفت اگر مقررات و قوانین کوچک را رعایت کنیم می توانیم قوانین بزرگ را زیر پا بگذاریم. حتی وینستون را متقاعد کرد که یکی دیگر از شبهای آزاد خود را صرف فعالیتهای حزبی کند و برای شرکت در کار اسلحه سازی که اده از افراد متعصب و پرشور حزبی داوطلبانه در آن شرکت می نام نویسی نماید. و به این جهت وینستون هفته یک شب مدت چهار ساعت به کار خستگی آور و فلج کننده ای می پرداخت. تکه های کوچک فلز را که شاید قسمت از فیوز یک بمب بود به هم پیچ می کرد. این چهار ساعت در کارگاه کم نور کسیفی می گذشت و صدای ضربات چکش به نحو ناراحت کنندهی با صدای موسیقی تلسکرین مخلوط می وقتی در برج کلیسا یکدیگر را ملاقات کردند، فواصلی که در میان صحبتشان ایجاد شده بود پر شد. این ملاقات در یک بعد از ظهر گرم روی داد. هوای اتاق چهار گوش بالای زنگ ها دم کرده و گرم بود و بوی فضولات کبوتر میداد. ساعتها کنار هم روی کف اتاق که مملو از گرد و خاک و آشغال بود نشستند و صحبت کردند. گاه گاه وینستون و یا دختر از جا بلند می شدند و از لای درس های دیوار اتاق به بیرون نگاه می کردند تا مطمئن شوند که کسی داخل کلیسا نشده باشد.